بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تقدیم احترام حضور یک یک شما بینندگان عزیز و گرامی. آرزومندم که همه شما صحت و سلامت باشین و زندگی خوب و خوش در کنار خانواده های عزیز و گرامی خود داشته باشین. امروز به سلسله معرفی بناهای تاریخی شهر ایراد آمدیم و به سراغ یک از مساجد کهن و قدیمی آمدیم که در مقابل دروازه قلعه اختیاردین و در سمت غرب حوض ملک قرار داره. نام این مسجد قدیمی مسجد نواب هست و یکی از مساجدی هست که دارای تاریخ و پیشینه کهن می باشد. به اتفاق هم میریم داخل مسجد، بخش های این مسجد را حضور شما دوستان عزیز و گرامی به معرفی. مسجد نواب یکی از جمله مساجد کهن و قدیمی است که قدامت او به تاریخ ساخت حوض ملک برمی‌گردد. می‌دانیم که حوض ملک یکی از جمله بناهایی است که در دوره آل کرد یا آل کر ساخته شده و مسجد نواب نیز در همان زمان احداث گردیده ساخته شده و چندین بار تاکنون این مسجد مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته. حتما به شما دوستان عزیز سوال هست که چرا این مسجد را به نام مسجد نواب یاد می‌کنند؟ و نواب که بوده؟ نواب سلطان احمد خان فرزند محمد عظیم خان و برادرزاده امیر دوست محمد خان است. می دانیم عدم اطاعت پذیری او از کاکایش یعنی امیر دوست محمد خان باعث جنگ ها و نبردهای خونین بین او و امیر دوست محمد خان شد، چنانچه که این نبردها با مرگ سلطان احمد خان و امیر دوست محمد خان پایان پذیرفت. این مسجد در زمان نواب سلطان احمد خان که حاکم هرات بوده مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته و از کتیبه‌ای که در سردر این مسجد قرار داره و شما در تصویر می‌بینید و نام او شهرت یافت. مصالح ساختمانی که در این بنا به کار رفته عموماً خشت پخته با آهک و ساروج است. می‌دانید که در گذشته در بناهای تاریخی از مصالحی که دست ساز خود هراتیان بوده استفاده می شده و خیلی کم در این بنا از گچ و دیگر مصالح استفاده شده. در کتیبه ها نیز، در کتیبه هایی که وجود دارد، چی در سمت غرب، در ایوان سمت غربی و چی در ایوان سمت جنوبی، می بینیم که کتیبه ها بر روی سنگ مرمر سفید حکاکی شده و در محراب این مسجد هم می بینیم که از خاک گچ به خاطر تزئینات استفاده شده. مسجد بسیار کوچکی، سقف رو می بینیم با دو کمان و سه بخش تقسیم شده و از خشت پخته به همان سبک و شیوه معماری هراتی پوشش یافت. در جنوب این مسجد یک ایوان بسیار رفیع و بزرگ وجود دارد که در سمت غرب و محراب بسیار زیبا وجود دارد و در اینجا در فصل تابستان نمازهای پنجگانه ادا میشه. در دیوار جنوبی این ایوان کتیبه وجود دارد که در این کتیبه، در قسمت آخری این کتیبه می‌بینیم نوشته شده که بنای فرامرز چون عرش این. نشون میده که این قسمت از مسجد در زمان فرامرز خان ساخته شده. فرامرز خان کسی بوده که سپه سالار هرات بوده و نیروی جنگی هرات در هدایت او بوده. ظاهرا این ایوان توسط فرامرز خان اعمار شده. کتیبه این بنا می‌بینید که به خط نستعلیق بسیار زیبا بر روی سنگ مرمر سفید حک شده و نشان می‌ده قدرت دست یا قدرت هنری هنرمندان او زمانه و نشان می‌ده که خط نستعلیق در آن زمان به هرات بسیار رشد کرده بوده و خیلی خوب بر روی سنگ، کاغذ و دیگر اشیاء توسط هنرمندان نوشته می‌شده و هنر حجاری رشد خوبی داشته که این هنرمندان حجار یا سنگتراش ما توانستن کتیبه به این زیبایی در بیارن. متاسفانه نام هنرمند سنگتراشی که یا حجاری که این کتیبه را آمده حجاری کرده مشخص نیست و نام خطاطی هم که این کتیبه زیبا را نوشته کرده متاسفانه که تحریر نشد.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما شد. لطفاً برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب، پادکست ما را لایک و نظریات خود را در بخش کامنت با ما در میان بگذارید. اگر به شما دوستان عزیز مقدور بود، حتماً ویدیوهای ما را با دوستان خیش نیز شریک کنید. صحتمند و سرفراز باشین. خداوند یار و نگهدار.